بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الصادق علیه السلام: من اصبح لا ينوي ظلم احد غفر الله له ذنب ذلك اليوم. خیلی وعده بزرگ و مهمی است. می‌فرماید کسی که صبح می‌کند در حالی که نیت ندارد که به کسی ظلم کند، باید اینجور بفهمیم که یعنی نیت دارد که به کسی ظلم نکند. بناش بر اینه که به کسی ظلم نکنه در طول روز. این آدم غفر الله له ذنب ذلك اليوم، خداوند همه گناهان این روز رو از او می بخشاید. خب این که نیت داشته باشد که به کسی ظلم نکند به نظر چیز مهمی نمیاد در نظر بدوی و اولی، لکن انسان اگر چنانچه دقت بکنه در اعمال خودش، در رفتار خودش، ببینه ما در خیلی از کارهامون به دیگران ظلم میکنیم. سوء ظن میورزیم، ظلمه. غیبت میکنیم، ظلمه. مال کسی رو بهش نمیرسونیم، حق کسی رو نمیرسونیم، ظلمه. به سخن شکوا کننده ای که باید به ما شکوا کنه گوش نمیدیم، ظلمه. به حرف او ترتیب اثر نمیدیم، ظلمه. از حق خودمون بیشتر برمیداریم، ظلمه. اینا همش ظلم. اگر چنانچه انسان از اول صبح بنا رو بر این بگذارد که ظلم نکنه، این همون مراقبه ایست که اهل سلوک دستور میدن ها. میگن اول روز تصمیم بگیرید جدن و عزم کنید بر این که گناه نکنید. این همین گناه نکردن، عمده گناهان همین هست. آخر روز هم از خودتون محاسبه کنید، نگاه کنید ببینید از صبح تا حالا به این وعد خودتون به خودتون و عهد خودتون با خودتون عمل کردید یا نکردید. این همون ها که از اول روز انسان بنابر این داره. خدای متعال پاداش میده به این آدم. پاداشم این است که گناهان او رو بیامرزه. یعنی اگر گناهی کرد که لغزشی از او بود، این رو خدای متعال میامرزه. اون وقت استثناء کردن مالم یسفک دمن. بله، اگر در این روز سفک دمی بکنه، این دیگه نه، این قابل آمرزش نیست. او یأکل مال یتیم حرامن، اگر مال یتیمی رو هم تصرف کند، غصب کند، اینم نه، اینم خدای متعال اینه نمیبخشه. که مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشیه اصول کافی میگن این دوتا نمونه است از حقوق الناس. افراد اکمل از تعدی به حقوق الناس از سفک دم و اکل مال یتیم، و الا همه حقوق الناس همینجوره. یعنی اگر در طول زمان، در طول روز با این عهدی کرده است، اگر چنانچه کاری نکند که تجاوز به حقوق مردم باشد، عمدن خدای متعال از او می‌گذرد بقیه گناهان را. صفحه 718.